سلام و شبتان بخیر. به برنامه انتخابات 98 از سولو نیوز خوش آمدید. سلامونه درانو لیدونکو خبرونت دی خرال است. کمیسیون مستقل انتخابات طرح بودجه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشرو را در 27 جوزا نهایی ساخت. وزارت مالی اما 24 روز بعد در 20 سرطان برای پرداختان ابراز آمادگی کرد. آیا اراده به پرداخت این بودجه وجود دارد؟ از جانب کمیسیون دیروز در یک اعلامیه گفت از حکومت و جامعه جهانی از بهر منظور کردن بودجه مورد نیاز انتخابات ابراز سپاس میکنیم. اما آیا واقعا جامعه جهانی 59.3 میلیون دلار از مجموع 149.8 میلیون دلار بودجه برگزاری انتخابات را خواهد پرداخت؟ سرنوشت فهرست رای دهندگان به کجا انجامید؟ بر اساس تقویم کمیسیون 3 روز مانده به نهایی شدن این فهرست. یکی از کمیشنران اما چند روز پیش گفت فهرست تصحیح شدنی نیست و اگر برنامه به تصحیحش باشد دست کم 1 سال زمان میبرد. این کمیشنر اضافه کرد اداره احصایه هم برای تصحیح این فهرست علم غیب ندارد. در کنار اینها آیا نزدیک به 18,000 دستگاه جدید بایومتریک خریداری شد؟ فهرست نهایی رای دهندگان چه زمانی در آن انتقال می‌یابد و آیا کارمندان انتخاباتی نحوه استفاده از آن را بلدند؟ در برنامه امشب انتخابات 98 روی همین موارد بحث می‌کنیم. اما در اول فؤاد اکبرزی با مرور بر روزنامه‌ها و دیدگاه های شما با آخرین جزئیات در مورد آمادگی ها و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشرو. دیمانه یسر د ورسپانو پر غوچان سرویرا مخ خاله رسنیو کې د خلکو نه نظرونه وختو چې د خبرونه پر نه موضوع نظر څه ده هغه نظرونه لرو او دلته په استودیو کې ململ لرو چې د نظر مو اخلو او د ولایت نام ململ لرو چې دغه نظر څه ده تاسو بسیار تبینده مې بشه حتما درنو لیدونکو ل ورسپانو پیلو د ورسپانو ل غورچانه 8 صبح ورسپانی په خپل نننې غنه کې چې مقاله د ټاکنو په تړاو لیکل دا وایي چې خلک ټاکنې غواړي. یو نوی نظر پوښتنه کوي چې 80% رای ورکوونکي په لوړ ګمان سره د ولسمشرۍ روان ټاکنو کې ګډون کوي. نظر پوښتنه کې موندل شوی چې د افغانستان خلکو ته ټاکنې مهمې دي. د 8 صبح بل مطلب دا دی چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي چې د 2014 کال ټاکنو کې د شته ناخوالو تکرار بعد زغم نه وي. د ملي یووالي حکومت اجرایی مشر وایي چې د افغانستان برخلیک او ټیکاو د ولسمشرۍ راروانو ټاکنو سره تړاو کې دی او د 2014 کال ټاکنو په څیر د ټاکنو تکرار به یو بل ناورین را ایجاد کړي چې خلک بیا نشي زغملی. اجرایی رئیس وایي داسې دیني کېږي لکه تیر کې چې خلک د رای اچونې یو محل ته تللي وو او رای اچولی وي، خو په بل ځای کې به د ټاکنو کمیسیون درې کارکوونکي له دوو څارونکو سره یو ځای ناست وو او 1500 رایې صندوق کې اچولی وي. د ماندګار ورسپانې خپله غڼه کې نننۍ غڼه کې یوه مقاله د ټاکنو په تړاو لیکلې ده چې انتخابات یا صلح. زلمه خلیلزاد چند بار به صراحت گفت که از نظر امریکا اولویت در افغانستان صلح و بعد انتخابات. از نظر رئیس جمهور غنی انتخابات اولویت دارد و به صلح نیز تاکید می کند و انتخابات و صلح را متمم یکدیگر می داند. د ماندګار بل مطلب هم شته. د ټاکنو په تړاو لیکلي دي چې څارونکي بنسټونه وایي نړیواله ټولنه او ملاتړي بنسټونه د ټاکنو ترسروي ته لیوالتیا نه لري. ځینو څارونکو بنسټونو ماندګار ته ویلي لا هم نړیوالې ټولنې د ټاکنو ترسروي ته لیوالتیا نه ده ښودلې. ځینو څارونکو بنسټونو دا هم ویلي دي چې داسې حال کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي د بودیجې په برخه کې هیڅ ستونزه نه لري او د مالي وزارت او نورو ملاتړو بنسټونو ورته ویلي چې د ولسمشرۍ روان ټاکنو لګښت به پرې کوي. اطلاعات روز ورځپاڼې هم په خپله نننۍ غڼه کې د ټاکنو په تړاو مطالعه خپره کړي دي. یو مطلب یې دا دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ راروانو ټاکنو 12 نوماندانو ته او مرستیالانو ته یې باورلیکونه ورکړل. ښاغلی نجربي چې د ولسمشرۍ ټاکنو نومان دی د نن باورلیک وانخیسته او دلیل یې همدا و چې پر ټاکنو بې باوره دی او د اساسي قانون کې باید تغییرات راشي. بې بنسټه د هغه په وینا او ټاکنو قانون کې ستونزې دي، نو ځکه نه غواړي ټاکنو کې ګډون وکړي. او د اطلاعات روز بل مطلب دا دی چې عبدالله میگوید سلامت افغانستان به برگزاری انتخابات خوب تعلق دارد. دانو د ورسپانو غورچانو چې په نننۍ ګڼو کې د ټاکنو په تړاو مطالب خپاره کړي وو. نو درنو لیدونکو هغه څه چې مې درته په پیل کې وویل د
خبرونه په دې برخه کې یو ململ رو د کابل خارو سیدون کې او د پونتون محصل لده پختو چې د ټاکنو په تړاوي نظر څه ده او ولی ورته ټاکنې مهمې دي معیار څه ده د لپاره چې د ولسمشر روان ټاکنو کې په کوم معیار برابر نومانته رای ورکوي بشیر نواندیش د خلاص پرونته تاسو لپاره ټاکنې ولی مهمې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و بیننده‌های عزیز شما. از آن جمله که انتخابات یکی از مؤلفه‌های دموکراسی است و مردم بر حق افغانستان در این راستا قربانی‌های زیادی دادند و این است که سرنوشت ما را تعیین می‌کند و ملت افغانستان هم در گذشته‌ها با توسط انگشت خود سرنوشت خود را تعیین کرده و به دشمنان وطن فهماندند که اگر چه که برنامه‌هایی هم داشتند که مانع انتخابات شوند و مشکلات ایجاد کردن ولی فهماندن که یا طرفدار شکوفای توسعه اقتصادی است. پدیش پور از که خلق سر تشویشونه دی د سول خبر چه دسی راګلندیش نو تشویش بی چې انتخابات به وشي کنه ستاسی باور آیا انتخابات بوش دقیق است تشویش بجا است چون که یک تفاوت دیدگاه بین نماینده های امریکا و دولت افغانستان وجود داره که در ضمن هم یک اختلافات مدیریتی در سطح کمیسیون است که این اختلافات مانع تشویش مردم و یک مانع اشتراک مردم و سهمگیری مردم در انتخابات میشه. ولی باید دولت ما شما یک برنامه‌ای داشته باشه به خاطر رفع نگرانی ها. شخصا تست دی و کاندید میارونه چی دی؟ به کوم میارونو برابر یک کاندید رای ورکه؟ من شخصا خود ما میاری که ما پیش خود دارم که باید برای یک کاندیدی ریاست جمهوری را او را استفاده بکنم و رای خود را برای از او استفاده کنم او ای است که باید یک برنامه به خاطر رفع مشکلات جامعه داشته باشد، یک برنامه یک استراتژی کلی به خاطر آوردن صلح باشد، به خاطر رفع فقر اقتصادی و نبرد با فقر باشد، یک برنامه توسعه اقتصادی بلکه در شهر نه کلی تمرکز ما در شهر نباشه، در روستاها داشته باشه. دقیقاً څنګه معلومه چې دا میارونه کوم کاندید کړي؟ دقیق است او مردم افغانستان جوانان بیشتر آلی برای یک سطح آگاهی رسیدن با در وقت کمپاینا کاندیدای محترم برنامه خود دارن و ما هم در حد میتونیم اوجه تشخیص برنامه بکنیم و کاندیدی مورد نظر اوجه رای خود استفاده کنیم. ډیر خلک د سپ دی پروسه باندې یو رقم باور بی باور ښکاری د شفافیت اړخه چې ګنې شفافیت تضمین نه دی یا ځینې نور مسائل د لاسوهنې مسائل کې ستا تشویش څه دی ورته؟ ای تشویش هم جای نگرانی هست و ببین که یک اختلاف در با کمیسیون انتخابات در سطح رهبری سیاسی ما همچنان برنامه های امنیتی ما و تفاوت دیدگاه در کسایی که تمویل میکنن انتخابات این یک تشویش هست که ایره یک تنامانه که فکر میکنیم تمام مردم افغانستان نسبت به تشویش دارن. در ضمن برنامه آگاهی دهی کمیسیون انتخابات بسیار ضعیف است که حتی فعلا بسیار مردم به نظر من در روستاها فعلا آگاهی ندارن که برنامه ثبت نام تحقیقاتی از اینا را اندازی شد. دیرم من نه بخیر باشین کور ودان چه پرمان تر اغزی دیرم من نه بشین نواندیش ده کابل خروسیدون که او ده پونتون محصد درنو لیدون که لطاسی مو پوختی و چه ده خپراوانی ده ننه موضوع پتاله و خپل نظرون را تولی که چه پا تاکانو که او بیا خصوصا پا رایچاوانی پا برخه که ده بایومتریک دستگاوی چوم را مرسته کولیشی چه شفافیت تضمین کلی گانو ده فیسبوک کارون که خپل نظرون فیسبوک پانه د ټولو نیوز پریخو زینی در تلولم وحدت ترهیمی لیکلی نظر به چشمدیری که در انتخابات پارلمانی داشتیم چون خودم ناظر بودم هیچ فعالیتی نکرد. البته د بایومتریک کومه دستگاه چې کمیسیون کارول دغه پاره نظر و یار محمد یاری لیکلی هیچ تاثیر ندارد، فقط وسیله فریب است چون امکان استفاده از این تکنولوژی وجود ندارد. د عزیز حبیبی په نوم یو فیسبوک کارون کې لیکلی دی چې نظر به تجارب قبلی علاوه از عدم استفاده مسلکی و تخنیکی امکان دستبرد به آرای مردم وجود دارد. د ځینو نورو فیسبوک کارون کو نظرونه در تلولم چې هغوی د خپرونې د موضوع په تړه څه لیکلی و. عبدالوارث نوری لیکلی در صورتی که شناسنامه الکترونیکی نباشد رایدهی بیمانا خواهد بود. احمد مصطفی لیکلی اگر آنلاین نباشد کمک زیاد نمی کند. در از زینو نور و فیسبوک کارون که هم نظرون لیکلی دی دخ پروانی دننه موضوع پتر رو لیکلی چه تنها راه شفافیت انتخابات نفوس شماری دقیق افغانستان است.
نو د اساسي نظر نو لټول مننه چې د تلو نیوز پر فیسبوک باندې موږ د نننې خبرونه د موضوع په اړه نظر راستول او لیکلمو اوس بلال شو هلمند ته مدني فعال او د هلمند ولایت اوسیدونکو عبدالحق ځواکمن استودیو ته وصل ترې به پوښتو چې د نظر څه ده د ټاکنو په اړه په همداشان په هلمند کې د نورو خلکو ښاغلی ځواکمن ډېر خلک ولس خپرونې ته ستاسې په نظر ټاکنې درته څومره مهمې دي؟ اکبرځای صاحب ډېره مننه ژوندي اوسئ زما سلامونه هم ومنئ او ستاسې د تلویزیون د طریقه سه د افغانستان ټول شریف ولس ته د ټاکنو په اړه باندې زموږ نظر دا دی چې ټاکنې خو د ډیموکراسۍ یو اساس دی چې باید ټاکنې وسي. ولې د تیر په شان باید ټاکنې ونیسي؟ د تیر په شان د خلکو اعتماد په هلمند کې صفر ته رسېدلی دی. تاسې وګورئ په هلمند کې د نوملیکنې په اړه درته وایم چې دا نوې نوملیکنه د ولسمشرۍ دپاره پیل شوله، دولس سوه ښځینه ښځو نوملیکنه کړې ده او تقریبا د اوه زره پر شاوخوا باندې نارینه وو کړې ده چې دا په دوه نیم میلیونه نه خبره دا ده چې خلکو نه غوښتل نوملیکنه وکړي که داسې امدګي ورته نه وه یا د مسؤول کمیسیون لخوا ورته داسې زمینه نه وه برابره. یو خو په دې خاطر دا موضوع ته راغلم چې خلک ډېر انتخابات علاقه نه لري، ځکه د تېر انتخابات د پارلمان انتخابات چې موږ تاسې ولیدله خلک د انتخاباتو څخه بیخي بېزاره شوله. په څومره شوق علاقه چې راووتله هغومره دغه باندې منیجمنت او مدیریت اصلي تشویش څه ده خلکو سره څه تشویش ده؟ تشویش دا دی چې دلته خو یو د ولایتي شوراګانې چې دي د هغو ولایتي شوراګانې نشته او ټولنیزې شوراګانې د ریاست جمهوري په ټاکنو کې نشته، نو خلک نه راوځي. پخوا چې ولایتي شوراګانې وي او ټولنیزې شوراګانې وي هغو به کوشش کوله چې خلک راوباسي تر څو په انتخاباتو کې برخه واخلي، ولې متاسفانه دا یو غټه نیمګړتیا ده چې اوس به په هلمند کې خلک راونه وځي، ځکه هغه خپل د خوښې کاندید یا د ولایتي شورا نماندان او په تېر مسله ده ښاغلی ځواکمن. له شک پرته چې ځینې نیمګړتیاوې به وي د کمیسیون لخوا، انتخابات کمیسیون لخوا، خو دا انتخابات یو ملي پروسه ده، زموږ تاسو ټول مسؤلیت ده چې حداقل خلک دې ته وهڅوو چې په ټاکنو کې ګډون وکړي او د رایې ورکونې حق نه باید استفاده وکړي. فکر نه کوئ چې د خلکو دغه نظر شریکول ډېر مهم دی چې خلک وپوهوي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي؟ موږ په دې اړه باندې مکمل کنفرانسونه ورکړه چې خلک باید راوځي، غونډې ونیسي، ولې خلک زړه نه شکوي نه راوځي. او دلته د سولې خبرې ډېرې تندې روانې دي، خلک په دې باندې باور دي که سولې ته باید نوملیتوب ورکول شي، ځکه سوله ډېره مهمه ده. خلک تقریبا څلوېښت کاله ډېره مننه ځواکمن صاحب، ډېره زیاته مننه، سولې ته باید ورکول شي، ډېره مننه. کور ودان عبدالحق ځواکمن په هلمند کې. درنو لیدونکو د خبرونې د لومړۍ برخې ته چې د ورځپاڼو غورچان پکې و او همداشان ډېر نور مسایل مو درته درلودل، مرکې وي او ستاسې نظرونه چې د خواله رسنیو پر مټ مو موږ ته رسولي وو دا مو درته وړاندې کړل. د خبرونې دویمه برخه کې زما همکار یاسر ابرار درسره دی، نو یاسر ښه خبرونه ولري. سپاسګزار خودت فاد. و همطور که گفتیم در مقدمه در بحث‌های مرتبط با بودجه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و چگونگی تصحیح فهرست رای دهندگان و در کنار آن چگونگی استفاده از دستگاه‌های بایومتریک در انتخابات ریاست جمهوری بحث می‌داشته باشیم با مهمانان برنامه انتخابات 98 امشب، آقای حبیب الرحمن ننگ رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات، آقای احمد جاوید رسولی رئیس عمومی اداره ملی احصایه و معلومات، آقای اختیار ولی سرپرست معاونت مالی وزارت مالیه، آقای عبدالله احمدزی رئیس بنیاد آسیا در افغانستان و آقای محمد ناطقی عضو رهبری احزاب و جریان‌های سیاسی. مهمانان خوش آمدین بحث. آقای ولی، کمیسیون در 27 جوزا طرح بودجه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را نهایی ساخت، ولی شما بعد از 24 روز در 20 سرطان خبرنامه پخش کردن و ابراز آمادگی کردن، همین یعنی چه اگر اراده وجود داره؟ عرض ادب خدمت شما و مهمانان عزیز. خب طوری که شما هم آگاهی دارین بعضن بودجه مراحل تکنیکی خود داره، بودجه که از طرف کمیسیون محترم انتخابات پیشنهاد شده بود
چون دو قسمت است، یکیش از طریق حکومت افغانستان تمویل میشه و بخش دومش از طریق تمویل کنندگان خارجی است که از طریق کمیسیون ارسال شده بود. بعدا ما بعض نشست ها و جر و بحث های با کمیسیون محترم انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی داشتیم تا مو فعالیت های اساسی و مهم کمیسیون که است او را بالاش بحث داشته باشه. اما در شرایطی که فرصت شما هم میدانین اندک است به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، 24 روز یعنی نزدیک به یک ماه، چرا باید تعلل میکردین؟ در 19 سرطان خانم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که ما نگرانی داریم جدا از حکومت و جامعه جهانی، میخوایم بودجه را فراهم کنن، کمیسیون را هم نگران ساختن. خب طوری که من گفتم ما جلسات تکنیکی را، همکارای تکنیکی با بخش همکارای تکنیکی کمیسیون جلسات را داشتن. متاسفانه که جمعوری معلومات و بحثایی که بودن یک تا یک اندازه بعد درازا کشید، چون یک تعهد خاص از طریق تمویل کنندگان هم وجود نداشت. دیگه بنان بحثایی صورت داشت که کدام فعالیت ها را ما میتونیم از طریق بودجه ملی تمویل کنیم و کدام فعالیت ها از طریق تمویل کنندگان باید صورت بگیره که در این قسمت ولی ادخل میپذیرین که تعلل یک ماه زیان رسانید به پروسه، زیان رسانید با آمادگی های برگزاری انتخابات، شما را از نهادهای ناظر دیدگاه شانمی است. خب تا جایی که ما فکر میکردیم یعنی یک ضرب الاجل خاص تعیین نشده بود از طرف کمیسیون که ما با یک ضرب الاجل خاص باید دوباره شما اساسیت مسئله را و اینکه زمان کمی به برگزاری انتخابات مانده را میدانید قانون وزارت مالیه. درست است. بله خب چون قبل از اون باید جروبسای تکنیکی در قسمت بودجه صورت میگرفت که بعضن جلسات صورت گرفت و نسبت به بعضی مشکلات بعضی جلسات تاخیر هم صورت گرفته بودن از طرف یعنی همکارای کمیسیون تا که معلومات که ضرورت بود به وزارت مالیه بود. درست. ولی آقای ولی شمار هنوز هم باور ندارن که حکومت همین 90 میلیون دلار را بتونه بپردازه، میگن از توان حکومت بالاست و فقط برای که به جامعه جهانی شما تفهیم بکنین که بودجه انتخابات را خودتان بخش اعظم شما میپردازین و انتخابات به حکومت اولویت هست، فقط در حد حرف این را میگن. خب فکر میکنم وزارت مالیه هر موضوعی را که تعهد میکنه، چون تعهد کتبی است ما مکلف به اجراءات از او هستیم و فعلا خود پول انتخابات هم شامل سند بودجه ملی سال در شروع سال بود با پول اضافی که ضرورت بود و فعلا چون تمویل کنندگان هم قسمت اعظم از او را تمویل نمیکنن و باید حکومت افغانستان تمویل کنه، شامل سند بررسی بودجه بررسی وسط سال گردیده و او یک سند قانونی است و وزارت مالیه و در مجموع حکومت افغانستان مکلف به تمویل آن است. در قسمت تمویل هیچ نوع مشکلی وجود نداره. اما چطور باور کنیم که همین 90 میلیون شما میتونن از توان شما در شرایطی که در 20 حمل همین سال سخنگوی وزارت شما گفت که در بودجه ملی سال 98 یک میلیارد افغانی یا 13 میلیون دلار میشه به صورت احتیاطی به انتخابات افغانستان در نظر گرفته شده، در صورتی که جامعه جهانی حاضر به پرداخت بودجه نشه حکومت پرداخت خواهد کرد، شما 15 میلیون ظاهرا احتیاطی در نظر گرفته بود. خب یک میلیارد که در نظر گرفته شده بود در شروع سالی به اساس همو تعهدی که سال در انتخابات قبلی ما به تمویل کنندگان داشتیم یک میلیارد شامل شده بود، فعلا هم در شروع سال چون بحثات صورت نگرفته بود ما اونم یک میلیارد را که تعهد حکومت افغانستان در سال گذشته بود را شامل بودجه ساختیم، اما بعد از جر و بحثا وقت با تمویل کنندگان و نخواستن قسمت از امو مصارف انتخابات تمویل کنن دیگه، پس چون یک پروسه ملی است و پروسه نهایت مهم طوری که شما هم به اشاره کردین دیگه حکومت متحد به او است. خیلی کوتاه، جامعه جهانی حالا متحد به پرداخت 59.3 میلیون دلار است یا نه؟ خاطر شما جمع است از در قسمت تعهد جامعه جهانی بسای از او زیادتر از طریق خود کمیسیون محترم شما دخیل انتخابات پیش بردم دخیل هستیم، اما خود متفاهم نامه که امضا میشه از جانب حکومت و کمیسیون محترم انتخابات امضا میکنن با تمویل کنندگان، معلوماتی که ما داریم با تمویل کنندگان شریک شده و ان شاء الله قریب باید امضا شه. آخه ننگ کامل الان نگرانیتان رفع شده و پول کافی دارین به مصرف؟ درود تا درانو لیدون کتا سلامون و احترامات. اصلا هاگ وقت چه مک تقویتی سبتنام شروع کهو نو طبعا حکومت دی بودجی پا ورک نبانی مکلفتا
ټاکنه داسې یو ملي پروسه ده چې د ټاکنو په برخه کې ټول هغه شریکان هغوی په خپل برخه کې هغوی خپل اجرات کوي. حکومت یو د ټاکنو د شریکانو نه څخه ده چې بودیجه او امنیت دا د دوی د وظایفو نه ده چې په دې برخه کې باید دوی هم تامین د امنیت وکړي هم باید بودیجه فراهم کړي زمینه د بودیجه باید فراهم کړي. دو موضوع دا ده چې کله چې موږ د حکومت سره بحث شروع کړی له اول نه تر اخره پورې قطعا په هیڅ وجه موږ ته نه دي ویل شوي چې موږ بودیجه نه ورکوو. کله چې د تقویتي ثبتنام شروع کېده نو په پرنسپ کې موږ سره کاملا دا ومنل شوله چې موږ تاسو ته بودیجه درکوو او هیڅ نوه ستونزه نشته، ولې دا په عمل کې ثابته شوله چې زموږ سره په تقویتي ثبتنام کې کاملا دغه مرسته وشوه او موږ له دې نه استفاده وکوله چې تاسو او د افغانستان ټول خلک د دې شاهد دي چې 22 ورځې تقویتي ثبتنام پای ته ورسېده او په هغې کې هم ستونزې او مشکلات ډېر زیات کم و د شکایاتو په دې برخه کې نګرانی نه داشتېغزپو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 
شکایت کمیسیون وای چې ډیر جدي نه دي چې تقریبا کوم ځای کارمندان نا وخت راغلي یا ډیر جزوی شکایت دي، دغه و چې موافقانه شکل باندې ترسره شو او په وخت او زمان سره د هغې ماشونه او ټول امکانات فراهم شول. دومه برخه دا ده چې لکه څنګه چې ولی صاحب په دې برخه کې خبرې وکړې، هلته دا ده چې نړیوالې ټولنې هغه اخري تشویش دی، هغه دا و چې نړیوالې ټولنې له موږ سره په دې برخه کې تعهد چې کوم درلوده هغه تعهد په هغه وخت او زمان سره دوی ونشو کړلی چې څنګه حکومت موږ ته فراهم کړې وه هغې ونشو کړی. اوس نړیواله ټولنه کاملا په دغې اونۍ کې موږ سره تعهد کړی چې موږ هغه د پروژې کوم سند چې د هغه موږ تهیه کړی آماده کړی هم ده او ډېر زر به هغه امضا کړو، حتی د همغې پروژې نه مصرف هم شروع شوی ده او ډیر هغه مصارف چې په دې برخه کې دي چې نړیواله ټولنه هغې په خپله مصرف کوي، خپله د هغوی د یون د یو مشخص ادارې له لارې مثلا کدام بخشوره اونا مستقلا خودشان مصرف میکنن؟ په تېره تقویتي ثبتنام کې کاملا د عامه پوهاوی په مصارف ټول موږ ترسره کړي دي او ټولې پیسې هغوی ورکړي دي. خب یعنی قرار نیست این 59.3 میلیون را برای شما بسپارن، خودشان مصرف میکنن؟ دقیقا دقیقا هغه پیسې دي چې دوی په خپله مصرفوي او هغې دی کې هغه خپل هغه لري چې هغې نړیوال تدارکاتو مسله ده، د دوی د چاپ موضوع ده، د عامه پوهاوی برخه ده، دا همغه څه دي چې فرضاً په دې برخه کې کاملا هغوی په خپله مصرفوي. منطق کار کجاست؟ شما مسئول برگزاری انتخابات در افغانستان هستید، چرا 59 میلیونه که شما در همه طرح بودجهتان اینجا یادآوری کردین که باید جامعه جهانی بپردازد، چرا برای شما پرداخت نشد؟ به دی برخه گوی تعهد د نړیوال ټولنه شته، تعهد هم داده شما گفتین خودشان مصرف میکنن و شما نمیپردازد. آقا هغه سدی چې فرضاً هلته موږ سره عملا په کمیسیون کې په تخنیکي برخه کې نړیوال ټولنه مشاورین تخنیکي مشاورین کار کوي، هغوی عملا په هغه قسمتونو کې چې نړیوال تدارکات دي کاملا دا 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 د نړیوال ټولنې له خوا نه موږ ته تهیه کیږي او د همدغې بودیجې نه دا مصرف ترسره کیږي. دا 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 نه تنها اوس په تېرو ټاکنو کې عین شکل هغه بودیجه چې نړیوالې ټولنې د افغانستان حکومت ته ورکړي ټوله خپله مصرف کړې ده، هغوی په خپل لاس باندې مصرف کړی. دا نظر خبره نه ده، ولی هیچ مشکلی در کار شما ایجاد نمیکنه وقتی پولتان در جیب کس دیگه. یو شی دا ځل موږ متفاوت عمل داده چې موږ د نړیوالې ټولنې سره واضحا موږ دا هغه کړي چې موږ گزارش غواړو د بودیجې ټول هغه مشخصات چې دوی په کومو برخو کې مصرف کوي دا ترېنه موږ غواړو، ټول هغه موارد باید واضح وي تر څو پورې موږ ملت ته واضح ووایو چې دغه پیسې چې کومې نړیوال ټولنې د افغانستان ټاکنو باندې مصرف کوي په دغه برخه کې او شفافیت تامین ده او دا مصرف کیږي په دې برخه کې موږ ډېر جدي. بسیار کوتاه پاسخ به پرسش اصلی ما، هیچ نگرانی نداره، حکومت میپردازه، جامعه جهانی هم تعهد داره نمیپردازه، ولی خودشان مصرف. حکومت موږ ته سند راکړی، ټول افغانستان خلک په دې خبر دي، یو اعلامیه صادر کړ، دوه اعلامیه صادر کړ. کله چې د تقویتي ثبتنام شروع کېده په هغه وخت کې د تقویتي ثبتنام بودیجه مو منله او پرنسپ کې ټوله بودیجه مو منله. ډېر شما اعلامیه دادین، درست سپاس کردین، ولی اخری مسله دا ده چې اوس د حکومت د یو اعلامیې په صادرولو سره ومنله چې موږ د ټاکنو که دغه بودیجه چې کوم یعنی کاملا نگرانی نپرداختن بودجه رفع شده.
دقیقاً و میپردازه. برحال یک مسئله دیگر هم میخواین خیلی کوتاه لطفا بگوین، تا حال که بودجه پرداخت نشد آیا زیان رساند به کارهای عملیاتی شما؟ نه خوبه برخه که چاویج درست پور نده پرداخت شوید. خب چرا پس رئیس کمیسیون نگران بود؟ ده خبره درست پور نده چرا رئیس کمیسیون نگران بود؟ در موزده سرطان سرات رئیس کمیسیون است. یه وزینه موضوع داده چه ما تاستو مخکم ولی بیام زتاستویم چه موگ په هغه وخت کې چې د بودیجې غوښتنه د حکومت نه کړې ده د تقویتي ثبتنام نه مخکې هلته یو بحث دا و چې مونږ طبعا څو ځله مونږ بودیجه ترتیب کړل هغه ارقام چې کله ټیټ زیات او کم وویل شو یو علت یې دا و چې مونږ یو دفعه د درې انتخاباتو دپاره بودیجه هغه کړې وه یو دفعه مونږ د مکمل د بي وي آر دپاره مکمله بودیجه باندې کار کړی وو دا هغه څه و چې مونږ ارقام څو ځله مشخصا زیات او کم و بلاخره چې مونږ هغه نهایي مثلا کوتاه لطفا چرا رئیس کمیسیون نگران بود؟ اگر هیچ آسیب نرسان این در نوزه سرطان رئیس کمیسیون میگه که نگرانی داریم جدا از حکومت جامعه جانی میخوایم بپردازن ما مخ که تاسو وایز دمون تقویتی ثبت نام زو عملی خبر ارتکم عملی خبر داده تقویتی ثبت نام عملی میزنن چرا رئیس کمیسیون نگران بود؟ پس حتما در بخشی از کار مشکل ایجاد کرده عملا مونږ چې تقویتی ثبت نام تر سره که د بودیجه چیرته دا کوم ځای نه پرداخت شو حکومت ورکړه په دې کې هغه د نړیوالې ټولنې برخه هم معلومه وه او همدارنګه د حکومت برخه هم معلومه وه په موافقانه شکل باندې دا ترسره شوله او عملا موږ هیڅ نه وه په د کار د بودیجې نه تر اوسه پورې موږ قطعا نه تشویش درلوده او نه م نګراني درلوده موږ ته کاملا مساعده شوې ده په دې برخه بسیار شکر. خوی نطقی، چرا حکومت و جامعه جهانی تعلل کردن در پرداخت بودجه؟ ما با شما نگاه کنیم طرفی چه رقم هست بفرمایید طرف خب تشکر. البته این سوال شما رو باید دوستان ما جواب بده چون ما به نمایندگی از احزاب جریانات سیاسی در مسئله انتخابات اینا کار کردیم زحمت کشیدیم اینا او رو ما میگیم که چرا هست. صحبت ما در واقع در دو بخش است. یک بخشش مربوط میشد به اینکه ما مسئله همون افکار، اصول و دیدگاه هایی که در انتخابات داریم این رو تبدیل بکنیم به قانون. در واقع دو تا خیلی پوزیشن همکار میگن یک وقفه داریم و بعد از وقفه ادامه میکنیم ادامه برنامه انتخابات 98 پس از میان برنامه. به ادامه برنامه انتخابات 98 از سلو نیوز خوش آمدید. آقای ناطقی ادامه حرفتان. همونطور که خدمت شما عرض کردم که ما در واقع امشب با در دو بخش میخوایم دیدگاه ها نظریات احزاب را خدمت بینندگان عزیز مردم شریف افغانستان مطرح بکنیم. بخش اول ما برای ما این بود که ما اصولا اون دیدگاه ها و اون افکاری که در مورد انتخابات داریم اینا رو ما باید تبدیل بکنیم به قانون، چون ما هر وقت با کمیسیون، با جامعه جهانی، با نمایندگی‌های خارجی با اینا صحبت میکردیم میگفتن که نه تکنولوژی در قانون آمده و نه هم سیستم. دو مسئله اساسی رو ما میخواستیم، یکی تغییر سیستم از SNTV که یک سیستم منسوخه در واقع این ما میخواستیم تبدیل بکنیم به MDR و مسئله دوم مسئله تکنولوژی بود که ما گفتیم در تکنولوژی تجربه انتخابات عراق و اینا همه جهان نشان میده و کل دنیا از تکنولوژی استفاده میکنه مخصوصا بایومتریک. ما میخواستیم یا هر دوتا. در این رابطه ما بسیار زحمت کشیدیم، البته ما را هم کمیسیون انتخابات خیلی اذیت کرد در واقع، با اینکه ما 36 تا حزب یک مجمع عمومی داشتیم و یک کمیته سیاسی بسیار فعال را ایجاد کردیم که با اینا صحبت بکنیم. کمیسیون قبلی انتخابات ما را به دلایل اذیت میکردن، میگفتن ما وقت نداریم برای کارهایی که شما میگین، تکنولوژی، تغییر سیستم، ما وقت نداریم برای منطقش تمام امی بود و حکومت هم همکاری نمیکردن با این مسئله. آقای نطقی، چون همه اینها در تعدیل قانون محقق شد و الان امیر عرض میکنه، ولی گفتم که الان امیر میخوام بگم ما رو اینا اذیت کردن ولی در نهایت ما موفق شدیم، یعنی نه ما موفق، مردم افغانستان همین دوستای ما همه موفق شدیم که هر دوتا رو در قانون بیاریم. یعنی در حال حاضر ما در قانون انتخابات هم استفاده از تکنولوژی رو داریم و هم تغییر سیستم آمده. بخش اول همین مسئله بود که با همه اذیت و آزاری که شدیم به الحمدلله به ثمر رسید. بخش دوم ما که بیشتر
غیر از آقای احمدزاده صاحب که چیز ندارن متوجه این دوستاست. بخش دوم از صحبت‌های ما تطبیقه. یعنی ما این قانون را ما می‌خوایم عملی شود، تطبیق شود. ما اثرات ملموس استفاده از تکنولوژی را ما باید بفهمیم. در این قضیه آقای رسولی اینها پارسال در نهایت قبول کرد، البته دیر اینا خریدن، تکنولوژی را خریده کردن، ولی متاسفانه بدترین استفاده را از تکنولوژی شد. اینا رو باید اینا جواب بدی. از برنامه روی مسئله تکنولوژی بسیار مفصل حرف میزنیم. حالا چرا حکومت و جامعه جهانی در صورتی که اراده وجود داره برگزاری انتخابات، هرچند جامعه جهانی همیشه تکرار میکنه که اولویت صلح است، در پرداخت بودجه تعلل کرد، چقدر همه زیان رسوند؟ آقای ننگ میگه که هیچ آسیب نرسوند به پروسه. به بارش ما چه زیان رسوند؟ آقای ننگ او باید توجیه کنه. یه آسیب میرسنه. یعنی حتی یک ساعت تاخیر در برنامه ها، یعنی شما بر اساس برنامه و اصول و اگر کار بکنید اینا، حتی یک ساعتش چی رسد از این که یک ماه یا بیشتر و کمتر، اینا آسیب میرسونه، برنامه ها رو اخلال میکنه و در روند کارها مشکلات ایجاد میکنه. این منطقی نیست که بگم ما بودجه رو یک ماه بعد به اینا تحویل دادیم و هیچ اشکال ایجاد نمیکنه. نه، اینطوری نیست. قطعا آسیب میرسونه و درست نیست. این نشان از بی اراده بودن حکومت و جامعه جهانی و برگزاری انتخابات داشت یا به برنامه خود کمیسیون؟ خب به هر حال در مورد انتخابات که انتخابات برگزار شود، خوی یک مسئله است که همه میگه باید برگزار شود. این در این شک وجود نداره. ولی در تطبیق برگزاری یک انتخابات شفاف ما متاسفانه هم فقدان اراده را شاهد هستیم، هم مشکلات دیگر را شاهد هستیم و هم به لحاظ فکری و استراتژی هم اختلافات بود. همین مسئله که الان در قانون آمده، همین تغییر سیستم، همین استفاده از تکنولوژی، همین هم شاید در ذهن خیلی از دستگاه اجرایی ما قابل قبول نباشه. آقای نطقی، خوشش نه از این که از تکنولوژی حکومت میگه آماده هستیم به پرداخت بودجه، جامعه جهانی هم تعهد کرده اونگونه که آقای ننگ اشاره میکنه. شما باور دارین با عنوان عضو رهبری احزاب جریان‌های سیاسی که بله حکومت حاضر است این 90 میلیون رو بپردازه و جامعه جهانی هم 59 میلیون باقی مانده؟ ما امیدوار هستیم. ما چون در این خط نیستیم و در این لاین اطلاع نداریم که اینا چی مقدار پول میگیره، چی مقدار پول، چی رقم قرارداد بسته میکنه، تکنولوژی رو چی رقم ما چون در این جهت نیستیم، ولی امیدواریم اون چیز را که اینها با مردم افغانستان تعهد میده باید تطبیق بکنه و اگر نکنه باز اشکالات و اعتراضات و انتقادات متوجه خود اینهاست. ما یک انتخابات شفاف میخواهیم و نداشتن پول یا در پرداختن پول و یا اینکه از تکنولوژی بد استفاده شود و یا اینکه وزارت مالیه اشکالات بیاره بگه که خب پیشنهاد به ما دیرتر دادن یا هرچی، وقتی به انتخابات صدمه وارد بکنه این به شدت مورد اعتراض و انتقادات ماست. حداقل حالا زیان رسانده، صدمه وارد کرده. ما معتقدیم بله، هر گونه تعلل، هر گونه تأخیر و اخلال در روند پروسه به انتخابات صدمه وارد میکنه. در این شکی وجود نداری دوستان، نباید توجیه کنه که نه ما یک ماه بعد دو ماه بعد پول پرداخت میکنیم هیچ صدمه وارد نمیکنه، یا اینکه جدول های دیگه ما درش در استخدام، در مسائل دیگه، در خرید وسایل تکنولوژی، اینا پارسال با ما میگفتن ما پول نداریم. بله. اگر این پول وقتتر با ما میدادن ما تکنولوژی رو وقتتر میخریدیم. پول دیرتر آمده، دیرتر خریدیم، حالا تکنولوژی رو به این صورت به صورت خیلی رسوایش به کار گرفته شد. خواهی همزایب، حقیقت موضوع چی است؟ کی نمیخواد انتخابات سالم برگزار شود؟ کی نمیخواد که اساسا انتخابات برگزار شود؟ شما رو زیاده نگران همین تعلل بودن، تا حال هم باور ندارن به پرداخت بودجه، هرچند کمیسیون این مسئله را حداقل دیروز در اعلامش واضح ساخت و وزارت مالیه. چی میگذره؟ خب به نظر من، ما به می تصویب بودجه بیشتر از نگاه دیر آید درست آید میبینم. سوال عمده که نزد مردم و نزد ما حداقل وجود خواهد داشت وی بود که اگر تصویب بودجه مثلا یک ماه را در بر گرفت تا ای که نهایی شود، روی عملیات و پلان کاری کمیسیون مستقل انتخابات تاثیرگذاری داشته و یا خیر؟ خب یگانه مرحله اجرایی که کمیسیون مستقل انتخابات داشت ثبت نام رای دهندگان بود که او ثبت نام تقویتی را به نظر موافقانه سپری کردن، اما در شرایطی که اینها انتظار 2 میلیون تن را داشتن، 400 هزار چیزی بالاتر از 400 هزار ثبت نام کردن. خلایی که وجود داشت بیشتر در بود آگاهی عامه بود.
خب از لحاظ عملیاتی اینا تانستن که آماده شوند، اما کمیسیون مستقل انتخابات، جامعه مدنی و تمام شرکای انتخاباتی به نظرم سهم خود را فعالانه ادا نتانستند بکنند تا مردم تشویق شوند و بیایند در ثبت نام اشتراک کنند. بودجه که مثلا تصویب شده، سوال دوم مایی است که آیا با اینمی بیروکراسیه که در نظام حکومتداری ما وجود داره فعالیت های کمیسیون مطابق تقویم انتخاباتی از اینا قابل تمویل است و یا خیر؟ اگر بودجه دیروز تصویب شده چقدر تأثیر میکنه روی کارخانگی که کمیسیون باید یک ماه قبل انجام میداد به خاطر مسائل تدارکاتی؟ و اگر در بودجه حکومت چنین باب یا فصل وجود نداشته باشه که مسائل تکنیکی از اینا را تمویل کنن، آیا اینا تانستن که از طریق جامعه بین المللی یا از طریق ملل متحد امو پلانای خود با مشکل درستش به پیش ببرن؟ برداشت ما ایست که چون ظرفیت تکنیکی در کمیسیون مستقل انتخابات و در دولت در کل بسیار محدود است که اینا بتانن مثلا ابعاد انتخاباتی تکنیکی را مدیریت کنن، او به این معنا که اگر مواد حساس دیزاین میشه و یا بیرون از کشور خریداری میشه و یا اونا به یک شیوه درستش بسته‌بندی میشه و فرستاده میشه، این ظرفیت خود من نمیبینم. آیا کمیسیون مستقل انتخابات امی حمایت قبل از قبل تانسته که از اینمی مشاورین تکنیکی که اینا میگن از جامعه بین‌المللی آمدن بگیرن و یا خیر؟ ما نمیخوایم به نمایندگی از کمیسیون مستقل انتخابات صحبت کنم، اما به نظرم یک توجه تشویش رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت خود که اظهار کردن امی بود که اینا نگرانی خود را در قسمت به تعویق انداختن تصویب بودجه اعلان کردن، به این معنا که اگر این بودجه بیشتر از امی چند روز را که یا چند هفته را که گرفت اگر بگیره، بله، میشه سر طرحهای عملیاتی از اینا تأثیر گذار، بله، باشه. آخوی احمد فشرده تر پاسخ خودتان به پرسش اولی که خودتان از خود میپرسین چی است؟ زیان رساند یا نرساند؟ آخوی ننگ اشاره کردن به این مسئله که نه، کارهای عملیاتی هیچ زیانی برش نرسید. از جانب دیگه شما خودتان گفتین که خب حالا وقتی بودجه به تازگی تصویب شد، کارخانگیش کمیسیون چگونه حالا اجرا خواهد کرد؟ با باور شما چه زیان رسان به لحاظ تکنیکی مشخص تر و چه زیان میرسانه؟ حالا زیانی که میرسانه در شیوه تدارکات امی وسایل بایومتریک خود بود که او را اینا میتونن واضح‌تر بگوین، رسولی صاحبان میتونن که در مورد از او معلومات بتن. اگر پروسه تدارکات از او قبل از تصویب بودجه پیش رفته باشه پس مشکلی وجود نداره. معلومات که ما دارم امی مشاورین تکنیکی که از طریق پروژه ESP میگن از ملل متحد پیش میرن، امی مسائل تکنیکی که از طرف حکومت افغانستان نمیتونست مدیریت شوه به شیوه درستش، اینا رو اونا تحریزی هم کردن و تدبیر هم کردن. الیکشن سپورت پروگرام بلا ESP خب بر صورت اگر جی هم باشه برحال فکر میکنم باز پروگرام نمیشه و کدام برای بر ترتیب فرمان. خب هدف ایست که به نظر ما معلومات بیرونی که ما دارم ایره ننگ سب میتونه درست کنه اگر ما اشتباه کرده باشم، امی ابعاد تکنیکی مواد حساس تمامنش ملل متحد مدیریت کرده و تا حال امو پروسه تدارکاتش تا حد رسیده که با تصویب بودجه خودشان از طریق تمویل کنندگان با مشکل مواجه نمیشن. با مشکلی که ما فعلا فکر میکنیم مواجه هستیم که با بودجه زیاد ارتباط شاید نداشته باشه، بله، او بحث مشارکت مردم است و سهمی که شرکای انتخاباتی دارند به خاطر تشویق مردم به اشتراک. تشکر. از آقای ننگ روی روند تدارکات مواد حساس خواهیم پرسید، ولی پیش از او از آقای رسولی پرسشی که وجود داره از شما آقای رسولی در مورد تصحیح فهرست است. بر اساس تقویم کمیسیون مستقل انتخابات در 28 سرطان، یعنی همین 3 روز بعد، باید فهرست نهایی آماده شود. شما چه کردین تا؟ تشکر. در قسمت فهرست ما 3 طرح مشخص داشتیم. در قدم اول وقتی که برای ما معلومات شریک شد، از ما خواسته شد که تصحیح شود، برنامه‌ای که ما گرفتیم ثبت بایومتریک تذکرهای ورقی بود که سیستم ما آماده شد. ما به شکل آزمایشی در ماه مبارک رمضان
چند هزار تذکره را در کابل و در چند اداره دولتی، تدارکات ملی، وزارت محترم مالیه ای را به شکل آزمایشی در اجرا در آوردیم و تذکره را ثبت کردیم. آماده از این بودیم که بعد از عید به شکل گستردر در تمام ولایات، در تمام ولسوالیا تذکره را به شکل بایومتریک ثبت کنیم و معلوماتی که ما جمع‌آوری میکنیم ما را این امکان بده که به شکل بایومتریک ثبت کنیم. یعنی به این معنا که هر کسی که تذکره ورقی می داشت ده انگشتش با عکس چهرهش، عکس تذکرهش و عکس عقبی تذکره که استیکر و موضوع تاییدی می بود گرفته می شد، در سیستم ثبت می شد. معلومات دموگرافیک تذکره است با معلومات بایومتریکی که در دیوایس ثبت می شد به شکل آنلاین در سرور سیو می شد. این برنامه را ما به اجرا گرفتیم. بعد از عید همکارای کمیسیون خواهششونی بود که به شکل رسمی از ما درخواست کردند که تجهیزات بایومتریک در اختیار ما قرار بدین، چون ما آمادگی میگیریم به روز انتخابات. شما برای ما اطمینان بدین که تجهیزات چی وقت برای ما در اختیار قرار میدین. پلان عملیاتی ما این بود که تمام تجهیزات به ولایات فرستاده شود، آپریشن یا عملیات جمع‌آوری معلومات بایومتریک تذکره ورقی آغاز شود. بر اساس بحثایی که ما همراه کمیسیون داشتیم، کمیسیون دلایلی که رایه کردن این بود که ما در روز انتخابات بایومتریک میکنیم. شما اگر تجهیزات به ولایات بفرستین پس جمع‌آوری از این به میاد معینه که ما تجهیزات ضرورت داریم دوباره پس به کابل نمیرسه و اپلیکیشن و سیستمی که ما داریم به خاطر روز انتخابات او آماده نمیشه و به روز انتخابات شاید ما آماده نباشیم. خب بحث تکنیکی که انجام شد موافقه می شد که تجهیزات به کمیسیون محترم مستقل انتخابات انتقال داده شود. امی پروسه ثبت بایومتریک تذکرهای ورقی توقف داده شود برای بعد از انتخابات. ما دو طرح دیگر که رویش کار کرده بودیم، یکی بحث چک فیزیکی تمام کتابای اساس تذکره سال گذشته توزیع شده که او را آغاز کرده بودیم همزمان با او که او جریان داره، خب تا آخر هفته تکمیل میشه. و بحث سوم که لیست سافت رایدهندگان در اختیار ما قرار داده شود که ما به شکل با استفاده از سیستم با معلوماتی که ما داریم مقایسه شود و معلوماتی که اساس نداره. چی وقت این لیست در اختیار شما قرار گرفت؟ لیست اولی در ماه مبارک رمضان در اختیار ما قرار گرفت که ما مطابق همون لیست که در اختیار ما قرار گرفت، 9 میلیونی که 9.5 میلیون ریکارد فهرست رایدهندگانی که سال گذشته انجام شده بود در ماه مبارک رمضان در اختیار ما قرار گرفت. دقیق تاریخش یادم نیست، مکتوبش با ما است. به اساس همون مکتوب ما ثبت بایومتریک تذکره ورقی را آغاز کردیم که پلان ما می بود که قبل از آخر ماه سرطان جمع‌آوری معلومات بایومتریک تطبیق میشه. متوقف شد. فعلا برای بحث چک فیزیکی کتابای اساس ما ادامه داره که انشالله تا آخر هفته تکمیل میشه. تمام مواردی که ریکاردهایی که یا تذکرهایی که نواقص داره، کیفیت داره، همش لیست میشه، بیرون نویس میشه و برای که تعدادش که تا حال شده تا آخر هفته تکمیل میشه در اختیار کمیسیون قرار داده میشه که او امو اشخاص بلک لیست است که باید از لیست فرست دهندگانی باید خارج شود. کارشیوه چک فیزیکی تذکره چگونه است؟ ما تمام کتابای اساس چک میکنیم، یک چک لیست داریم. 7-8 مورد است که هر ریکاردی که در کتاب اساس وجود داره اگه اونو مشخصات نداشته باشه او دالت تحت بررسی میه، مشکوک میه تا که معلومات از تکمیل نشه از او قابل استفاده نمی باشه که تمام ریکاردها در کتابا نشانی میشه که پروسه عملا ادامه داره. بس از این مهمه که ما سر از او کار کردیم که هم از ماه مبارک رمضان کار شروع، سیستمش آماده است. به شکل اتومات معلوماتی که ما از کمیسیون به شکل سافت گرفتیم با معلومات کتابایی که ما اندکس کرده بودیم به شکل اتومات مقایسه میشه و ریکاردار نشان میده که در کتاب اساس موجود است یا نیست. کار بالای از این آغاز کردیم، سیستمش هم مکمل آماده کردیم، در داخل اداره دیولپ شده و آماده استفاده است، تست شده. یک مشکل خورده که ما با او برخوردیم اوی است که معلومات که کمیسیون محترم مستقل انتخابات امرای مشارک ساخته یک تعداد از ریکاردا معلومات کمبود داره. دقیق. چند معلومات آماری که خود رسولی با پوزش قطع میکنه حرفتان، آماری که خود کمیسیون میته 50% این معلومات مشکل داره. این را مولانا عبدالله در برنامه فراخبر
طول نیوز گفت کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات و اضافه کرد که شما علم غیب ندارین که بر اساس نام و نام پدر چیز را اصلاح کنین. کتاب های کمیسیون 50% مشکل داره. درست. معلومات ما معلوماتی که مشکل داشته کاتگوری های مختلف داره. بعضی از کاتگوری های معلومات که مشکل های خرد و ریزه داشته همکارای ما از نظر تکنیکی کار میکنه که بتونه مشکل حل کنه. بعضی از معلومات ضرورت به این است که کمبود معلومات است باید تکمیل شود. ما به اساس اسم ولد مقایسه نمی کنیم. ما به اساس معلومات کتاب، جلد، صفحه، شماره کتاب، نویت خب کتاب، خب سال کتاب نباشه این موارد چی میکنیم؟ وقتی نباشه وقت... ظاهراً به اساس گپای آقای مولانا عبدالله فقط نام و نام پدر وجود داره در کتاب نه این شماره نمیدانم جلد و اینها نه معلومات وجود داره این معلومات هم در معلوماتی که با ما شریک شده این معلومات وجود داره بعضی از ریکاردهای این معلومات ناقص است مثلا ما به منعیس مثال میگم اگر سال کتاب برای ما گفته نشه ما عین شماره کتاب در هر سال داریم مثلا جلد دوم قلمانداز سال 1398 ما جلد قلمانداز سال 1397 هم داریم سال 1396 هم داریم و سال 1399 خب اگر فیصدی را بکنیم فیصدی معلومات ناقص چقدر است؟ 50% است؟ ما معلوماتی که ما چک کردیم یک مقدار معلومات ما فیصدی دقیقش براتون فعلا گفتن نمیتونم چون مثلا در چه سطحی حداقل مردم بدانند ما فکر میکنم که بعد از اینکه معلومات امرای ما از طریق کمیسیون شریک شوه که با کدام تعداد معلومات جایی که نواقص داشت پوره شده بعد از اون ما باز بسیار دقیق گفته میتونیم که این فیصدی معلومات یعنی تا حالا شما معلومات کامل را ندارین و کمیسیون دفتر شما معلومات کامله که تمام ریکاردها به اساس از او یک ریکارد یا یک ثبت تذکره تثبیت شده بتونه ریکاردهایی که ناقص بوده ما امرای افکارهای کمیسیون تشریف ساختیم در شرایطی که شما آقای رسولی معلومات کامل را ندارین فیصدی هم را نمیکنن سه روز مانده که تقویم نقض شوه 28 سرطان باید که فهرست نهایی رای دهندگان آماده شوه آقای ننگ در برنامه قبلی طلوع نیوز واضح گفت که بله 28 سرطان فهرست نهایی میشه و ایره کمیشنرا هم میگن خب در قسمت تاریخی که از طرف کمیسیون رشد حتما ننگ صاحب خودش براتون معلومات رو میکنه اما شما سه روز وقت ما سیستم ما آماده است اگه امروز برای ما معلومات مکمل امشب برای ما در اختیار ما قرار بگیره او سیستم به شکل اتومات رن میشه او یعنی شما میتونین در سه روز در فهرست نهایی را آماده کنید در بین 12 تا 14 ساعت و شکل دوامدار اگر مقایسه کنم معلومات چرا نهادهای ناظر چرا آقای مولانا عبدالله میگه که یک سال نیاز است ما فکر میکنم مولانا صاحب اگر چه خودش کاش که باشه که جواب ارائه کنه اما ما برداشت ما است که مولانا صاحب سر سیستم منوال گپ میزنه اگر ما به شکل منوال یک ریکارد بگیریم بریم به کتاب سر بتیم کاملا دقیق است شاید یک سال نه بیش از یک سال بگیره اگر ما به شکل اتومات توسط سیستمی کار بکنیم این مقایسه به شکل اتومات شما داره این سیستم ما ایجاد کردیم در این مدت سر این سیستم کار کردیم که معلوماتی که ما در اداره داریم از کتابا این را به شکل سیستم طور آماده کردیم که با معلوماتی که از کمیسیون میگیریم مقایسه کرده بتونه بسیار شکر آقای ننگ پیش از اینکه روی روند تدارکات ما حساس در این بخش صحبت بکنیم در بخش پایانی صحبت خواهیم کرد ولی در برنامه قبلی هم تو گفتم شما گفتین تا 28 سرطان اصلاح میشه فهرست 3 روز مانده تا 28 سرطان منتظر فهرست واقعی و با اعتبار باشه یا نه تاسو ګورئ چې په ټوله دنیا کې اصول دا دي چې لیست رای ورکوونکو دا احصایه ورکوي ولې دلته یو مسله چې ده دغه کوم لیست چې موږ احصایې سره شریک کړی تاسو ګورئ اوس موږ نوي چې دې کمیسیون ته تللي یو د دغې مسؤلیت او ټول هغه نوې رهبرۍ درلوده یعنی دغه معلومات چې کوم راټول شوي دي هغه کتابونه چې کوم وخت کې ډیزاین شوي دي په هغه وخت کې ډیزاین شوي دي ټول په هغه وخت کې په دې باندې کار شوی ده هغه ریکارډونه چې شما معلومات را افزود کرده نمیتونید اگر ناقص باشه نه داسې ګوري کوم شی چې تاسو وایي دلته معلومات ډېر آیندک معلومات دي چې هغه رسولي صاحب په دې باندې کاملا چون لیست له دوی سره ده موږ مکمل لیست له دوی سره شریک کړی اما این آیندک را فیصدي ندادم ولې دوم دا ده چې موږ تلي یو نږدې د احصایې هغه سیستم چې کوم دې ترتیب کړی موږ لیدلی هغه پاسخګو د دې چې ووټر لیست موږ ته ترتیب کړي
یعنی دا د هغه څه دي چې مونږ نږدې زمونږ تخنیکي همکاران له دوی سره ډېر نږدې کار کوي په هر شرایطو کې په هر برخه اجازه بده 50% معلومات ناقص باشه اول برش نره کمیسیون مستقل انتخابات همین بس ما یک چیز برای شما بگویم خو ما من هستی یک فردی که اونجا کار میکنم یک ساختار اجرایی را ما اونجا پیش میبریم ما صادقانه برای شما صحبت میکنیم ما نزدیک تیمای تخنیکی ما نزدیک با احصایه کار میکنه اما هر معلوماتی که اونا نیاز است ما با اونا شریک میسازیم رسولی صاحب شاهد است ما هر وقت که اینا همکاری تخنیکی خواستم ما امرای از اونا شریک ساختیم اینا هم سیستم خود قسمی که یک ووتر لیست پاسخگو برای شش میزان باشه اینا تعهد داره در این مورد خود رسولی صاحب هم در حرفایش هم بود که تمام سیستم های از اونا پاسخگو است ولی خود رسولی هم بود که اگر شما همین فهرست را نواقصش حل بکنین تا 14 سال اگر اشتباه نکنم اینها آماده به این هستن که فهرست نهایی را اعلام بکنن ما چرا نمیسپارین معلومات کامل تمام معلومات شریک شده یعنی از او بیشتر نمیتونیم اما معلوماتی که ایندک بود امروز ما رسما برای احصایه روان کردیم ولی اونا مسئولیت خود احصایه است که در این مورد امو لیست ترتیب بکنن هدف اینجا است که امو خود معلومات شما ناقص باشه چگونه ترتیب کنن لیست معلومات به او اندازه نیست که او ناقص باشه که ما نتانیم فرزند که او لیست ما یک 50% خوب داشته باشه نه چند درصد ما نمیتونیم اینو میلش برای شما پیسدی خب مثلا چند درصد سطحش میشه بگوین مردم نگران این فیصدی بعد از امو تمام کار تخنیکی اداره محترم احصایه اینا پیستدیش معلوم میشه که چقدر مشکل داره و ما چه قسم میتونیم رسیدگی بکنیم با اون اما شما چون ما تعهد ما اساقای معنوی رئیس پیشین کمیسیون بساس اطلاعات چون اونا گفتن که 6 میلیون تن نامه جعلی است یعنی نگرانی مردم رو میخوایم انتقال بدیم به شما اجازه بدید حداقل فیصدی شما را بکنیم ما در رهبری سابقه رئیس صحبت نمیکنیم امی همکارای شما هم شاهد است ما چون او وقت ابزاروار بودیم ما اونجا در یک مجلس اما در یک مجلس یک فیصدی را اونا دو دفعه یک دفعه 70 فیصد گفت یک دفعه 92 فیصد شما هم حداقل بودجه تون سه نفر سه آمار را اعلام کرده ما دلیلش قبلا برتان گفتم این امیل خود اگر شما فراموش نکرده باشه نمو دلایلش برتان گفتم ولی ما سه آمار داریم اجازه بدیم که ما اون دلایل برتان گفتم که دلایلش کدام دلایل بود ولی ما فعلا برتان میگم که امو هر مشکلی که دلیلش باشه فیصدی که برای ما شریک شوا با مو فیصدی ما آماده هستیم که اونا را برشان معلومات را برشان یا بکنیم و کمک تکنیکی را امرای اداره احصایه کردن وزی بیشتر دیگه ممکن نیست معلومات میگن ناقص است شما میگن کتاب را سپرده در هر مرحله ما تعهد داریم که کمک تکنیکی را با اداره احصایه را اداره احصایه فعلا نیاز داره که شما معلومات ناقص را کامل کنه ما امو فیصدی که وقتی که مشخص شد ما آماده هستیم که اون را تکمیل کنیم آخر رسولی خیلی کوتاه لطفا کمیسیون ظاهرا هرچند میگن ولی کمک کردن نمیتونن آنچه که میگه نزد ما بود برای شما سپرده ما فکر میکنم ننگ صاحب معلومات مفصل رای کرد کاری که مربوط اداره ملی احصایه و معلومات میشه وی است که معلومات مکمل در اختیارش قرار بگیره ما وقتتون هم کم است من ایسه مثال میگم وقتی شما میایین به تاییدی تذکره ما بخوایم تذکره شما را تایید کنیم ما ضرورت داریم که بفهمیم که همین تذکره در کدام کتاب در کدام ولایت در کدام ولسوالی در کدام جلد در کدام ثبت در کدام صفحه ثبت است اگه این معلومات ما داشته باشیم این معلومات رفرنس است که ما را میبره به اون کتاب دارشیف ما پیدا کرده میتونیم ما آرشیف الکترونیکی داریم فعلا اینمی معلومات وجود داره این حال وقتی که معلومات ریکاردی که ما از کمیسیون محترم مستقل انتخابات میگیریم اگه اینمی معلومات مکمل میباشه مقایسه صورت میگیره ما را به اون صفحه میبره همین سرنوشت 14 ساعت چی میشه؟ سرنوشتش بسیار مشخص است ما از نظر حالا تعهد میکنیم تا 14 ساعت این در فهرست اعلام شود ما سیستم یک وسیله است که آماده است به خاطر کار در سیستم باید دیتا انداخته شد شما در باره فیصدی پرسان کردین مجرده که ما دیتا را داخل سیستم وارد کنیم و امو مچنگ آغاز کنیم که مقایسه کنه که معلوماتی که ما در کتاب داریم معلوماتی که از کمیسیون آمده آیا با هم مطابقت داره یا نداره بعد از این ریزلتی که برای ما میتن نتیجه که میتن ما از اوجا براتان گفته میتونیم که از 9.5 میلیون ریکارد 5 میلیونش مچ کرده 6 میلیونش مچ کرده متوقعش نشد در شرایطی که بخشی از معلومات ناقص است همین سرنوشت 14 ساعت چی میشه یعنی ما منتظر باشیم یا خیر ما فکر میکنم همکارای کمیسیون معلومات خوب رو کرده میتونم ما به معلومات ضرورت داریم حداقل معلومات ضرورت داریم که تا نسپردن به شما
یک تمام ریکاردا ناقص نیست. بشکر. میشه که بعد از وقفه آقای رسولی ادامه بدین. سپاسگزار و ادامه انتخابات 98 پس از وقفه. آقای رسولی خیلی کوتاه ادامه میدادین در مورد آنچه که آیا منتظر باشیم که حداقل فهرست نهایی تا مثلا 14 ساعت دیگه اعلام شود؟ از نظر تکنیکی ما آمادگی کامل داریم. در صورتی که معلومات تکمیل شود اختیار ما قرار بگیره، همین محاسبه که ما بر شما دادیم انشاءالله بعد از اون ما میتونیم که معلومات از جانب کمیسیون تکمیل شود. معلومات طبعا معلومات ما تکمیل کردن نمیتونیم، معلومات از جانب کمیسیون تکمیل شد. اما آقای ننگ پیشتر گفتن دیگه مسئولیت به دوش خودتان، خودتان میفهمین و کارتان اگر من اشتباه نکنم، معلومات را خودتان کامل کنم. ما فکر میکنم ما دیگه ما هنگی بسیار خوب کرد کمیسیون فعلا کار میکنیم. بحثی که تکنیکی که همکارای تکنیکی امروی کمیسیون داشته، اینا گفتن که یک مقدار معلومات تکمیل شده و ما ایره در اختیارتان قرار میتیم. اگر بحث همی باشه، یعنی بحث ما سر تکمیل بودن معلومات است، راه حل وجود داره که مشکل حل کنه. بخواه بسیار کوتاه بفرمایید این معلومات را چی وقت تکمیل میکنه؟ ما قبلا هم رسول سلام چیزی که گفت این یک حقیقت است. گفت تیمای تکنیکی ما به نزدیک کار میکنه، هر ضرورتی که باشه اونا هم رای با هم کار میکنه و معلومات شریک میسازن و امی معلوماتی که با ما اینا خواسته ما او را برشان شریک ساختیم، ولی بعضی معلوماتی که هستن شاید ما نتانیم، ولی او بسیار جزوی است، چون ما با اساس یک کتابی که ثبت نام رای دهنده مو کتابی که است اونا کاملا سکن شده و تمامش معلومات از نمو کتابی که دست از ساها آمده او در دیتا بیس ما قرار دارم، ولی باز هم امو هر معلوماتی که در مورد تکنیکی که بر میگردد به ما، ما هم رای تیمای تکنیکی اداره سایه ما کار میکنیم، به نزدیک بله. تیمای ما کار میکنه و این کار را انشالله فکر میکنم امو آخرین مجلسی که ما و رسولی صاحب در این مورد داشتیم، چون رای حل برای یک لیست معتبر و یک لیست که پاسخگو برای شش میزان باشه هست و انشالله ای آماده خواهد شد. پس تقویم شما نقض نخواهد شد؟ در سه روز آینده اعلام میشه آخر اگر بگذاریم از این 14 ساعت؟ ما قبلا چیزی که ای برمیگده به اداره احصایه، چون ما تمام تیمی که در این مورد کار میکنه و تمام دیتایی که ما در داخل سیستم است، هر نوع همکاری که اداره احصایه از ما بخواین ما آماده میسازیم و با مشخص نشد. آقای ننگ شما اینجا تقویم دارین بسیار روشن است، نقص میشه یا خیر؟ اگر تا 28 سرطان این لیست تهیه شود تقویم نقص نمیشه. خب میشه یا خیر؟ سوال ما خوب است که در این مورد امو اینا گفتن 14 ساعت، اینا 3 روزم نیاز ندارن. خلاص دیگه مسئله حل است. خب مسئله در صورت حل است که شما نقص های اطلاعات را و کاسی های اطلاعات کاملا ما تعهد دارم که هر نوع معلومات در چند روز کامل میسازیم. ما امو ساعتی که برای ما اینا معلومات داشته باشه، همین لحظه معلومات میخواین، کار فردایتون چی است؟ چی میکنین مثلا همین فردا؟ امو هر معلوماتی که اینا آمدن ما پس با اینا شریک ساختیم و اگر سبب اگر 12 بجه شب معلومات خواسته شو ما او را شریک میسازیم. بسیار خوب، پس مردم منتظر هستن آقای رسولی که فردا معلومات مشخص را شما بخواین از کمیسیون. ظاهرا نمی کارم ما معلومات قبلا خواستیم، همکارام در جریان است کار میکنن. ما بسیار میخوایم به صراحت بگویم، قبلا هم تکرار کردم، راه حل تکنیکی سولوشن موجود است، صرف باید دیتا داخل سیستم شو مچ صورت بگیره. از آمادگی تکنیکی که باید صورت میگرفت صورت گرفته. در صورتی که معلومات ناقص باشه یا کمبود باشه، شاید از یکی از معلومات ها موجود نباشه، معلوماتی که ما داریم نمیتونیم دریافت کنیم که در کدام صفحه است. وقتی ما صفحه کتاب نخونیم گرفتیم.
به امی خاطر میپرسیم شما را شک دارن به توانایی های کمیسیون، میگن کمیسیون ضعیف است، کمکار است. حالا شما 14 ساعت مثلا زمان در نظر دارین برای اینکه این فهرست تصحیح شود و اصلاح شود. باور دارین کمیسیون مثلا امی فردا و پس فردا بتونه که اطلاعات را که نیاز دارین در اختیار شما قرار بده یا نه ماها را دبر میگیره؟ من فکر میکنم اگر معلومات موجود باشد شریک ساختن معلومات بسیار کار جدی نیست. ظاهرا این... نیست. برداشت ما حداقل میره نشان میده. است معلومات کامل نظرتان؟ اما یک بار بارها می معلوماتی که نخواستن چون یک سیستم از تکنیکی است که ما یک بار نتیجه همین بحث همین میشه آقای ننگ. شکل دوانده شما مشخصا آن چه نیاز دارین را بخواین کمیسیون اختیارتان قرار میده. ما تعهد ما همی است که معلوماتی که در اختیار ما قرار گرفته و تکمیل باشه ما او را قابل مقایسه است مقایسه میکنیم و تلاش شما با عنوان اداره احصایی همی است تقویم نقض نشه. حالا از آقای ناطقی بله. ما تجربه‌ای که ما داریم الله ای اداره و کمیسیون با هم دیگر اینجا واقعا تعارف میکنن اون چیزی که بگین دوستا مشکلاتی که دارین من یک تجربه دارم وقتی دیوایس ها را که آقای رسولی خرید آقای صیاد رئیس کمیسیون گفت دیوایس ها را بدید به ما که ما را تطبیق میکنیم ما تطبیق میکنیم و آقای رسولی مجبور شد و داد به اونا و کمیسیون انتخابات دیوایس ها را به مو صورتی که ما شما الان شاهد هستیم در انتخابات به کار گرفتن الان هم 6 میلیون از 9 میلیون و 500 هزار رأی که میگه و کمیسیون قبلی چی کرده 4 میلیونش میگه تقلبی هستن 4 میلیون تا حتی 6 میلیون آمارها رو داده دخل. من بعید میدونم که این بزرگوارا بتونه اینا رو به این آسانی تصفیه کرده باشه و اطلاعات دقیق در اختیار هم دیگر بگذاره ولی امیدواریم که اینا همکاری بکنه و این مشکلاتشون حل بکنه ولی هم این صحبت‌های از این دو تا بزرگوار یعنی اداره و کمیسیون پیداست که اینا مشکلاتشان متاسفانه سر جای خود باقی است و اینا اون تعهداتی را که به مردم داده در مورد شفاف سازی آرا اینا ایرا نمیتونه عملی بکنه. پس شما پیشبین نقض تقویم انتخابات هستین به عنوان احزاب بله بله جامعه سیاسی و میگن در سه روز اینها توانایی ندارن. من عین مسئله را یعنی من اون نگرانی که آقای رسولی رفتن زحمت کشیدن تکنولوژی رو خریدن اونا از پیشش گرفتن و اون رقم انتخابات رو با تکنولوژی برگزار کردن که نه آبرو به خود گذاشتن و نه با آبرو به تکنولوژی این رسوایی رو به بار آوردن. الان هم من نگرانم و امیدوارم که اینطور نشوه یعنی این رقم نشوه اینا مثل گذاشته و عمل نکنه ولی من واقعا نگران هستم که جدای از این که در چند روز اصلاح میشه 14 ساعت یا 3 روز آیا اصلاح میشه یا نه؟ نه من معتقدم با این صحبت هایی که دو تا بزرگوار میکنه یا دو تا اداره شخصی نیست ما رو تایش رو دوست داریم آدم های بسیار تواناست مسئله اداره است با این صحبت هایی که یه دو تا بزرگوار میکنه ما بخی شک پیدا کردیم شک ما هم زیاد شد نگرانی ما از شما کده بیشتر شده که اینا نمیتونه به این تعهدات خود بله. عمل بکنه اگر تصحیح نشه با همین فهرست بریم به انتخابات زیانش چی هست؟ فاجعه است با فهرست تقلبی با 4 میلیون با 2 میلیون با 3 میلیون حالا 6 که ما میذاریم کنارش واقعا وارد انتخابات چینیم خود از یک فاجعه نیست یک خیانت نیست به مردم در شرایطی که سه روز به نقض تقویم کمیسیون مستقل انتخابات مانده احزاب و جریان های سیاسی مشخصا چه میکنن خواست شما همی است با این فهرست نریم اجرایی نداریم دقیقاً خواست مشخصتان خواست ما اینه که باید به تعهداتی که به مردم افغانستان داده یک عمل بکنه و با اصول و قوانینی که در اختیار از اینا هست اینا باید عمل بکنه تنبلی نکنه یکی ما 12 شب کار میکنیم یا ساعت یکی دوی نصف شب کار میکنیم واقعا کار بکنه ولی خواست ما به عنوان احزاب اینه ما ناظریم اینا اگر به این تعهداتی که به مردم افغانستان داده مبنی بر انتخاباتش خوب شفاف اگر عمل کرد ما دست از اینا رو میبوسیم و اگر اینها واقعا عمل نکردن و به مردم صادقانه گپ نزدن و کارا رو مخفی کردن ما هم ترالا میفهمیم که 50% مخفیه یعنی پشت پرده گپ دیگه پیش روی اینا یک تعارف میکنه و اگر این کار کردن ما با عنوان احزاب و جریانات سیاسی میستیم هیچ باکم نداریم همونطور که در گذشته ایستادیم ما از اصول و افکار خود دفاع میکنیم از انتخابات دفاع میکنیم ما طرفدار یک انتخابات شفاف عادلانه و منصفانه بله بله که ناظر هستین آقای ناطقی شما با نون اهرام فشار میتونین عمل بکنین یعنی بحثی است که اگر با همی فهرست قرار باشه بریم قناعت شما فراهم نشه باور پیدا نکنین چی میکنین میرین به انتخابات یا خیر نه او خو یک بحث جداست که ما ببینیم که کارای از اینا چی میشه الان خو نه یک 14 ساعت وقت داره یک دو سه روز وقت داره و امیدوارم که تبادل اطلاعاتشان بر مبنای
واقعیت و صداقت و چی باشه درست باشه و کارا رو انجام میده. ما فعلا در اون رابطه، ولی اگر دیدیم که اینا مسئله رو کجکوله کرد و خراب کرد و ارهم و درهم کرد، مثل که از تکنولوژی در انتخابات پارلمانی به اون صورت استفاده کرد، این بار دوستا بیدنه که ما به تفاوت نمیشینیم. بسیار تشکر. یعنی اینطور نیست که ما ساکت بشینیم، به تفاوت نمیشینیم و هر گونه اقدامی که در چارچوب قوانین به ما اجازه داده ما او اقدام رو خواهیم کرد. ما مبارزه میکنیم بالاخره. بسیار تشکر. از مردم خود دفاع میکنیم. تشکر. آقای احمد زی، شما به گفته های آقای رسولی را شنیدین، بحث چک فیزیکی شناسنامه ها بلاس تکنیکی چقدر همه شما را قانع میسازه؟ یک مسئله. و دوم، آیا باور دارین که همین فهرست در سه روز آینده اصلاح شود؟ هیچ وجه نیست به سوال دومتون، چون بیشتر از بحث تکنیکیش این فیصدی هایی که ذکر میشه و یا ارقامی که گفته میشه، یا 6 میلیون تقلبیس یا 5 میلیون تقلبیس و یا خیالیست، به نظرم این صحت به خاطر نداره که هیچ گونه ارزیابی مشخصه که نشان بده به چه تعداد از افراد که در فهرست رای دهندگان وجود داره تقلبی است او را نشان بده. پس ما چیزی نداریم که به او مراجعه کنیم. هر فیصدی یک نظر و یک دیدگاه است، بیشتر از اینکه کدام سند حمایتی داشته باشه. یک چیزی را که متوجه شویم، امی روند تصحیح، اگر ببینیم تصحیح فهرست رای دهندگان، ما تنها ابعاد تکنیکی از رو میبینیم، ابعاد حقوقیش از یاد بحث نکردیم رویش. ما بالاخره داریم روی ازی صحبت میکنیم که کدام اسمی که در یک فهرست وجود داره ای باید حذف شود. وقت شما ای را تحت یک روند که 100% او را تست نکردین، یک اسم مثلا دور میکنین از فهرست، شما اصلا حق رأی از یک رای دهنده میگیرین در روز انتخابات. امی دلیل است که فرصت بیشتر یک ماه برای مردم و برای شرکای انتخاباتی داده شد توسط کمیسیون مستقل انتخابات تا اینا حقیقت یابی کنند. فهرستاد مراکز ولسوالی ها وجود داره، افراد، نهادهای جامعه مدنی و خود رای دهندگان میاین و او لست اصلاح میکنن، میگن که اینی نام خیالیست، در قریه ما وجود نداره، یا حزب سیاسی یک گزارش حقیقت یابی خود را امرای مردم شریک میسازه که ما در اینه قدر مراکز مثلا نظارت کردیم و نتیجه نظارت ما از فهرستی بود که فهرست یا 50% مثلا خیالی بوده یا 40% خیالی بوده. بعد از اون بحث از این که دیتا را مثلا احصایه ملی، اداره ملی احصایه و معلومات دارن، با معلوماتی که کمیسیون مستقل انتخابات دارن، چطور بتانن که اینا را یکی با دیگه مقایسه کنن و بعد از او روند تصحیح تطبیق کنن. در لابلای معلوماتی که توسط ناظرین و رای دهندگان در روند تصحیح برشان راهکار را که داره ملی احصایه تشریح کرد، در شرایطی که امتکاخهای ناطقی اشاره کردن، مثلا یک آمار 4 تا 6 میلیون افراد خیالی است در فهرست و همونطور از خود کمیسیون تا 50% مشکل در کتابهای ثبت نام رای دهندگان صحبت شده، شما فکر میکنین چند درصد همین فهرست 9.5 میلیونی رای دهندگان میتونه اصلاح شود و باور شما؟ خب در کشورهای حتی پیشرفته تر از افغانستان، اگر ما یک تجربه از اونا را مشاهده کنیم، از نایجیریا مثلا، از کنیا، بیشتر از 20 سال در بر گرفت تا اونا تانستن یک لست با اعتبار تولید کنن. لست یا فهرست رای دهندگان در تکرار روند انتخاباتی میتونه مثلا 10% و 20% و 30% مشروعتر و با اعتبارتر شود. اگر ما توقع داریم که صرف با میچ کردن دیتای دو اداره ما میتونیم که لست 100% با اعتبار بسازیم، به نظرم بسیار یک دیدگاه خوشبینانه است. مثلا چند فیصد میتونه به باور شما امی راهکار مثلا ما شنیدیم؟ اگر در حدود 10 الی 20% هم ما بتانیم با استفاده از این می روشه که فعلا اداره ملی احصایه و معلومات با کمیسیون مستقل انتخابات گرفتن پیش رو، اگر 20% هم فهرست ما درستتر و پاکتر بسازیم، پس آنچنان فهرست با اعتبار نخواهیم داشت در انتخابات آینده. 100% با اعتبار تشکر. نخواهیم داشت. در جمع‌بندی روی موضوع خرید دستگاه بایومتریک قرار بود که 17865 دستگاه جدید خریداری شود، چون در کمیسیون تدارکات منظور شد، خریداری شد یا خیر آقای ننگ؟ ای
دستگاه بیومتریک که نیاز برای انتخابات شش میزان است، تمام اسنادش تکمیل شده و ای برمیگرده به تدارکات. و تدارکاتش جریان داره. فکر میکنم که تا جایی که ما این پروسه را تعقیب کردیم و قرارداد امرای کمپانی در جریان است، تنها اما یک بحث که تا بین کمپانی و وزارت مالیه مانده که او مسئله تکس است که اونا باید تکس برای افغانستان بپردازن. اونا هم فکر دیروز اونا حل شده و قرارداد بسته میشه با مو زمان بندی که امرای کمپانی صورت گرفته با مو زمان تمام وسایل بیومتریک با افغانستان اونا انتقال میشه. بسیار خوب، بگذارین آقای ولی پاسخ بتن، چرا تا حال خریداری نشده آقای ولی؟ خب در قسمت خریداریش خب وزارت مالیه چیز نظر خاصی گفتن نمیتونه، چون طور که آقای ننگ گفتن نیازمندی از طریق کمیسیون ارائه شده به تدارکات ملی و پروسه قرارداد باید از طریق تدارکات ملی پیش برده شود که مسئولیت بخش عقد قرارداد با اداره محترم تدارکات ملی میباشد. اما در قسمت پرداختش وزارت مالیه آمادگی کامل داره و هر زمانی که قرارداد عقد میگرده صورت میشه وزارت مالیه آماده است پرداخت های از او را. تا حال هم همین 15.9 میلیون دلار را پس شما نپرداختین بر خرید همین شما دستگاه بایومتریک؟ خب تانوز گفتم تقاضای صورت نگرفته، هر زمانی که از وزارت مالیه تقاضا صورت بگیره وزارت مالیه کاملا آماده است در قسمت پرداخت دستگاه بایومتریک. واقعا چه جریان داره؟ یه یک پرسش بسیار کلان است، چرا تا حال حتی درخواست هم صورت نگرفته؟ شما به عنوان کمیسیون، اگر کمیسیون تدارکات نیستین، اداره تدارکات ملی نیستین، ولی کمیسیونی هستین که برگزاری انتخابات را مسئولیت دارین، میتونین بپرسین. پولش معلوم است، تمام تدارکاتش هم از طرف که ما در حضور داشتیم تدارکاتش صورت گرفته، هیچ نوا کدام چیزش نمانده که مو اداره تدارکات، چون برمیگرده به اداره تدارکات که اونا هر چیز زودتر کارهای خود انجام بده، ولی تا جایی که ما خبر هستم اونا تمام موضوعات بین تدارکات افغانستان و همچنان بین کمپانی اینا صورت گرفته و با متملینی که زمانی که ما با کمپانی او زمان برشان دادیم با مو زمان با ما تسلیم میکنه. او زمان چی وقت است؟ دقیقا ما یادم نیست، ولی ما با یک تایملاین مشخص باز اگر برشان. از یاد آقای مولانا عبدالله زیاد شد در این برنامه، گفته بود که شرکت آلمانی مکلف شده تا پیش از شش سرطان دستگاه ها را در اختیار کمیسیون قرار بده. ببین ما قبلا من گفتم خب ما یک تایملاین مشخص با کمپانی شریک ساختیم، اونا با مو تایملاین ما مشخصا تعهد سپرده که ما با مو تایملاین تمام دستگاه بیومتریک برتان در افغانستان ما تسلیم میکنیم. یک بحث دومی است که خب تمام تدارکش بس طولانی میشه، هنوز پولش هم تقاضا نشده. شما دو پولش معلوم است. ببین پولش یکی که باید کارمندانتان را مثلا تمرین ترین بتین، آموزش بتین برای استفاده از این، دومی که فهرست نهایی رای دهندگان را انتقال بتین، یعنی ظاهرا حتی نرم افزار دستگاه هم باید تغییر بکنه. چقدر زمان دارین به این کار؟ ما کاملا به این چیز ما زمان داریم، تقریبا تمام چیز به دیاد ما نیست که مطابق تایملاین برای ما بر شما میگفتیم. ولی ما یک چیز، چون بحث ما می بود که برای ما از طرف شما هم گفته نشده بود که ما بحث بایومتریک میکنیم، چون ما را گفت که سر لیست رای دهنده صحبت میکنیم. بس این است که ما با مو زمانی که به آموزش ضرورت داریم بایومتریکش مشخص است، دستگاه بیومتریک ضرورت داریم او مشخص است، پولش مشخص است، تمامش از طرف حکومت. اما چطور باور چیزی بالا در شرایط چیزی بالا 14 امنیتی آقای ننگ در افغانستان خوب نیست، شما به 34 ولایت باید این دستگاه ها را بفرستین، به کارمندان انتخاباتی آموزش بده نحوه استفاده را که آنچه که در انتخابات پارلمانی اتفاق افتاد تکرار نشه. اما هنوز شما نخریدین همین اجازه ما مطابق تایملاین کاملا با اونها وقت داریم، ولی خریداری دستگاه بیومتریک از طرف تدارکات صورت میگیره. ولی ما تا جایی که تا حال حداقل پیگیری نکردیم، در شرایطی که شما
حدود 80 روز به انتخابات ریاست جمهوری وقت دارین، هنوز دستگاه برای شما خریداری نشده. گپ ما را شما بفرمایید. بله ما میفهمیم. ما میگیم که دیروز هم ما سر از این مسئله را خود تدارکات میگن که تمام مسائل تدارکات صورت گرفته مطابق با تایملاین با افغانستان میرسه. اگر کل مسائل صورت گرفته چرا موضوع... پول تقاضا نشده؟ پولش معلوم است. نه چرا تقاضا نشده؟ 15.9 میلیون میدونیم معلومه. کاملا شامل بود. شامل بودجه، اما بودجه کمیسیون انتخابات شامل همین است، همین پوله که دستگاه به میتونه یعنی تا چه زمانی تقاضا شما تقاضا شما چی رو میگه؟ وقتی که می بودجه رو تصویب شدن، بودجه رو قبول شدن و شامل بودجه هم باشه، از این تقاضای دیگه هست؟ وزارت مالیه هم میگه، وزارت مالیه میگه تا حال تقاضا نشده از ما همین پول. ما میگیم شامل بودجه است. پرداخت شده. شامل بودجه است. خب چه زمانی همین دستگاه در اختیار شما قرار خواهد گرفت؟ ما بازم برای شما میگم که زمانش دقیقا در یادم نیست، ولی مطابق که امروز زمان بندی که ما امرای کمپانی ساختیم با امروز زمان به ما تعهد سپرده که با ما به افغانستان انتقال میده. بسیار خوب، ولی اون زمان 6 سرطان بود به اساس گفته های کمیشنران. با 321 دستگاه مفقود شده چی کردن؟ یا کسانی که باعث گم شدن و دستگاه ها شدن؟ خب او را خب میفهمن که یک عملیات بسیار بزرگ انجام شده و او کسایی که بایومتریک گم کرده باشه و یا در تمام افغانستان او را شناسایی شده معلوم هست، تا هنوز معاش هم داده نشده، ولی یک تعداد دستگاه هایی که هست اونا در جریان عمله های غیر مصالحانه هم تخریب شده، یک تعداد دستگاه راپورایی که وجود داره در بعضی موارد در او انداخته شده. اینی تمام مواردی که هست این پیش کمیسیون وجود داره، چون یک عملیات بسیار بزرگ انجام شده. این 300 بیومتریکی که گم شده این یک ارقام بسیار پایین است، ولی باز هم ما تمام مشخصات معلوم است. اما در شرایط کسی به کیفر نرسد، حتی سبکدوش نشه، حالا هم 15.9 میلیون دلار مصرف خرید 18000 دستگاه دیگه میشه. همین پول ملت هست، بیت المال هست، چون بیشتر همین پول انتخابات افغانستان از پول ملت پرداخته میشه نه جامعه جهانی. میخوایم بپرسیم که اگر این روند ادامه پیدا بکنه تکرار نمیشه؟ باز چون این خواهد شد؟ ببینید، ما هیچ وقت این را ما پیگیری میکنیم این مسئله را، تمام اشخاص و افرادی که در این مورد هست در بعضی ولایت به سانوالی هم معرفی شده و سبکدوش هم شده از وظایف خود، مثلا چند نفر نام بگیرین؟ اگر این موضوع یا سه نفر نام بگیرین این موضوع اگر بعد یک فرصت دیگه بود ما برتان نام میگیریم. یعنی حالا واضحاً ما خاطر نداریم نمایان. این بساط یک رئیس نشده که ما بعد نام بگیریم، این بساط یک مسئول یک محل یک کارمند موقتی نمو مرکز ای انجام شده. اما اطلاعاتی که وجود داره دیگه با شما حداقل در مرکز هم اقدامی نشده، کسانی که عامل گم شدن امید از گاه شدن اگر شما میخواید یک فرصت دیگه ما واضح‌تر رو برای شما حتی در سر از این مسئله، چون در این مورد رسولی صاحب شاهد است، یک کمیسیون تحت نظر سانوالی موظف شده که اونا هم کارهای خود انجام داده، تمام موارد در این مورد ما اگر فرصت باشه یک فرصت دیگه ما کاملا وضاحت داده میتونیم. آقای نطقی، شما شنیدین اظهارات آقای ننگ را، با توجه به ارزیابی که حالا میشه داشت، اراده بر استفاده از دستگاه بایومتری واقعا در انتخابات وجود داره؟ در شرایطی که هنوز خریداری نشده، آموزشش خودش یک سوال هست. ما واقعا شک کردیم الان این بخی دروغ نباشه، این مثلا ما را بازی نداده بشین. شما نظارت ندارین؟ اگه نظارت میداشتین این شک نمیکردین. تکنولوژی نه، اول شما نظارت کنین، معذب نیست تازه قبول میکنین نظارت؟ ما گفتیم اینجا یک اتاق نظارت جور کنیم، پرو گفتیم قبول نداریم. که شما ببینید که برتان چانس بتون جناب، نه شما شما نه ما کمیشنر صحبت. بله الان نماینده تام الاختیار مالی هستین دیگه، سرپرست هم هستین شما؟ بله سرپرست معاونیت مالی هست. اینا میگه تا هنوز درخواستی پول برای تکنولوژی برای دیوایس ها نشده، یعنی یک همچی چیزی نشده. پس معلوم که وقتی پول نباشه کس به شما دیوایس نمیده، تکنولوژی در اختیار شما. آقای رسولی خب پارسال پول پیدا کرد رفت خرید، منتها این مسئله بود که او رو باز آقای چی کمیسیون از پیشش گرفت که ما تطبیق میکنیم. خب اون رو هم تطبیق کرد. خب این البته اشکالات به اینام وارده، چون به حیثیت از اینام این مسئله صدمه وارد کردن که تکنولوژی الان چرا اینطوری شد. بنابراین ما اینطور یک نگرانی واقعا صادقانه اینجا، چون مردم است مخاطب ما شما مردم، ما یک نگرانی برای ما ایجاد شده که اصولا همین مسئله از اساس دروغ نباشه. بخی همین خریدن تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی، ما هفته گذشته با کمیسیون ها جلسه داشتیم، اونا گفتن که ما تکنولوژی رو در فاز B
یا در طرحی بیایم ما اجرا میکنیم که همون در روز انتخابات باشه این ما تطبیق میکنیم، ولی ثبت نام که طرح آ بود رو گفت ما نمیتونیم، ما قبول کردیم اینا همین طرح بی هم با این اگر مگر هایی که شما میکنید پول وجود نداره، شما هم میگین که ما یه آموزش میخواید، یه خود چیز ساده ای نیست، اینا هم از تکنولوژی اینا رو بیرون کشیدین که اینا چی نکنه. بنابراین ما واقعا نگران شدیم، حقیقت مسئله رو خدمت شما عرض میکنم که ما نگران شدیم. یعنی ما هم از اول هم گفتم که اراده برای استفاده از تکنولوژی وجود نداره و این ثابت میکنه شما گناهکار نیست. بسیار تشکر. و در مورد که سیستم نمی مشکل ما است، بله. ما که ما اینا اذیت کردن ما به جهت خود نگفتیم. بسیار تشکر. اراده وجود نداره. میخوان چیز اضافه بکنین چون به پایان رسیدیم. فقط ما یک چیز به شما بگم که بودجهش مشخصا معلوم است و در بودجه کمیسیون انتخابات شامل است. موضوع دیگه است که خود معین وزارت مالیه همدرس در این مورد نزدیک کار میکنه و تمام مواردش همراه تدارکات اونا شریک شده، هیچ نوع شک و تردید در این مورد نتیقی سر نداشته باشه، ولی فقط خواهش ما از نمی است که شما از آب یک از شرکای انتخاباتی هستیم قوی ترین و بیترین نظارت داشته باشیم در تمام شکل. آقای رسولی چیز میخوان اضافه بکنین ضمناً فرصت انتقال فهرست مثلا آیا وجود داره؟ فهرست رای دهندگان چطور انتقال میتین؟ بلاز تکنیکی آیا نرم افزار تغییر خواهد کرد؟ تغییر نمیکنه؟ همکاریتان در همین بخش با کمیسیون چگونه است؟ همکاری ما بسیار خوب است. من قبلا هم گفتم ما از نظر تکنیکی آماده کامل داریم، آماده از یه هستیم که همکارای رسانه‌ای ببینن. در این قسمت ما هیچ مشکل نداریم که عملا به چشم سر ببینن که آیا کار شده یا نشده. یک بله. چند موضوع رو میخواستم بگویم که اگه وقت باشه که مردم به تشویش نشن. بله. ببینین وقتی که ما درباره فهرست رای دهندگان گپ میزنیم این از یاد نبریم که ما در روز انتخابات بایومتریک استفاده میکنیم. بله. اما خود از یکی از مسائلی است که فهرست رای دهندگان باید که در دستگاه بایومتریک انتقال پیدا کنه، در شرایطی که دستگاه وجود نداره فهرست چی انتقال اجازه میکنه؟ فهرست دستگاه من فکر میکنم که یک معلوماتی که باید به او اضافه شه وی است که سپاس. کمیسیون فعلا 20000 دیوایس اختیار داره. بسیار تشکر. اما بیش از 20000 کافی نیست، میتونه با او برنامه ترنینگ خود و برنامه ولایت های دوردست خود با او بسیار باسانی پیش ببره. بسیار تشکر از حضور مهمانان برنامه های اختیار ولی سرپرست معینیت مالی وزارت مالی آقای حبیب رحمان ننگ رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات، آقای عبدالله احمدزی رئیس بنیاد آسیا در افغانستان، آقای احمد جاوید رسولی رئیس عمومی اداره ملی احصایه و معلومات و آقای محمد ناطقی عضو رهبری احزاب و جریان‌های سیاسی. و سپاسگزار همه بیننده های برنامه انتخابات 98 رسولو نیوز. شب بخیر، خدا نگهدار.